در اولین ساعت پس از حمله بارسلون گروه داعش مسئولیت حملات را بر عهده گرفت. به نظر می‌رسد در یک سال اخیر حمله با خودرو به رهگذران به اصلی‌ترین روش ترور از سوی اعضای گروه داعش در اروپا بدل شده. آغاز این حملات در شهر نیس فرانسه در روز ملی این کشور بود. محمد بوهلال یک تونسی فرانسوی با یک کامیون به سوی جمعیت حمله ور شد و جان 86 نفر را گرفت. راننده کامیون توسط نیروهای پلیس از پای درآمد. در دسامبر گذشته در روزهای پایانی سال یکی دیگر از اعضای گروه داعش با یک کامیون اسکانیا وارد بازار کریسمس برلین پایتخت آلمان شد و جان 12 نفر را گرفت. راننده اسکانیا مدتی بعد در ایتالیا توسط نیروهای پلیس کشته شد. در ماه ژوئن گذشته سه مهاجم ابتدا با یک ون روی پل لندن بریج در پایتخت انگلستان به آبران حمله کردند و راننده و همراهش از خودرو پیاده شد و به مشتریان رستوران‌های اطراف حمله ور شدند. در جریان این حملات 7 نفر کشته شدند و 48 نفر مجروح. شبه نظامیان اغلب اروپایی گروه داعش هر اندازه در سوریه و عراق قلمروهای تحت کنترل خود را از دست می‌دهند، سعی دارند عملیات تروریستی در مناطق مختلف اروپا خصوصا شهرهای بزرگ و پایتخت‌های این قاره اجرا کنند. حمله با خودرو به رهگذران به نظر یکی از کارآمدترین روش‌های ترور گروه داعش در ماه‌های اخیر است. روشی ساده اما کاملا نمادین که تاکنون به اهدافش رسیده است.